عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت وزیر خارجه کانادا به حدی از تحولات ایران دور است که مواضع سطحی آن ارزش پاسخگویی ندارد. قاسم روانبخش یکی از شاگردان مصباح یزدی در جدیدترین اظهار نظر خود با عنوان سنت کف زدن به جای تکبیر در مجلس به دست زدن نمایندگان پس از سخنرانی روحانی در مراسم تحلیف ریاست جمهوری اعتراض کرد. نخستین جلسه دادگاه مسعود و خسرو کردپور دو روزنامه‌نگار کردی که 150 روز از بازداشت آنها می‌گذرد امروز دوشنبه در دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی جوادی کیا برگزار شد. نمایندگان ارشد اطلاعاتی باراک اوباما با بررسی اطلاعاتی که از شنود ارتباطات و تماس‌های بیرون آمریکا به دست آمده بود به این نتیجه رسیدند که تهدیدی نامشخص اما جدی علیه منافع آمریکا وجود دارد.